بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی پیش آمد تا با آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور باشیم. ممنونم از دوستانی که تماس گرفتن، حمایت کردن، پرسش کردن، نظرشون رو دادن و حقیقتا یه مقدارم ممنونم از دوستانی که من گفتن شما، یعنی من کمتر صحبت کنم تا آقای آریانپور بیشتر صحبت کنن. حتما تلاشم رو میکنم و بدون هیچ اتلاف وقتی از آقای آریانپور تشکر میکنم، بهشون سلام میکنم و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدیم تا دنباله صحبتهاشون رو که خیلی قشنگ به ردیف گفتن و امروز چند تا مطلب دیگه هست که سوگندنامه پرسنل ارتش هست، بعد ممکنه به اون ماجرای وصیت سیاسیه شاه هم برسیم. پس من با اجازتون ساکت میشم. سلام به شما و خوش آمدید. بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما و هموطنان گرامی، متشکرم از جوابهایی که به من مرحمت کردید و باعث شد که من دلگرمتر بشم و امیدوارتر که میتونم حقایقی رو به عرض همگان برسونم. همونطور که آقای سربی هم فرمودن، این نوشته رو من میتونم خدمت هر کس که بخواد تقدیم کنم که بدونم هر چه صحبت کردم از خودم نیست، از مدارکی است که از گوشه و کنار جمع آوری کردم و در زمانهای مختلف نوشته شده، خوب و بد درش هست، ولی متاسفانه تاریخ شامل خوب و بد میشه. ما اگر خوبش رو نگاه کنیم، بدش رو دور بریزیم، همین مشکلاتی که الان باش روبرو هستیم روبرو خواهیم بود برای همیشه. ولی از دید من کسی نباید کار بد انجام بده، مخصوصا کسی که در رأس قرار گرفته. باید برای پیشرفت کشوری که متعلق به اوست، قدمی که منحرف باشه از این پیشرفت برداره. بنابراین اگر من اشاره به کارهای خلاف میکنم، چون اون خلافکاری ها در نتیجهش وضعیه که در 37 سال گذشته گریبان ما رو گرفته، و اگر بخوایم سرپوش روی اینها بذاریم، مطمئن باشید چندی دیگر که این رژیم برکنار بشه، فقط بخوایم چیزهای خوبشونو که خیلی هم دارن، نه اینکه فکر کنید من پشتیبانی میکنیم، کارهایی که اینها در این 37 سال انجام دادن به مراتب بیشتر از کارهایی است که رژیم پهلوی دوم انجام داده. این جبر زمان بوده، نه اینکه اینها میخواستن این کارو بکنن. پیشرفت تکنولوژی بوده، بیداری ملت ایران بوده که باعث شده این کارها انجام بشه. اگر اجازه بدید من صحبت خودمو در مورد سوگندنامه‌ای که ما ارتشیان در بدو ورود نسبت به کشورمان و پادشاهمون انجام دادیم، اینو من خدمتتون بخونم. اگر ممکنه جناب عالی در اونجا نشون بدید، سوگندنامه در صفحه یک ثانیه، سوگندنامه در صفحه 15 بود، بله نخیر 19 ببخشید 19 داخل این مطالب مختلف هست یا جای دیگه؟ داخل مطالب مختلف. اینجا بله، تشریف ببرید پایین. صفحات 19 خیلی پایین، پایین برید خیلی بیشتر. بله دوستان عزیز، این صحبتایی که اینجا میکنن آقای آریانپور همه رو به صورت یک فایل مرتب نوشتن و ردیف کردن، عکس‌ها، مدارک کپی گرفته شده اینجا هست. اگر خواستید یا با خود ایشون مستقیما تماس بگیرید
یا با من تماس بگیرید، براتون از با ایمیل اونها رو ارسال میکنم. باید نزدیک باشیم. اینه، من که لباس مقدس سربازی رو بله. آها، اجازه بدید پس من این رو برای این. دوستان پایین پایین اوکی. بازم پایین. آها، بقیهش رفته اونجا. مثل که اون طرف. آره همین، من این طرف خوندم. بله. باز در رفت، ببخشید اینجاست. من که لباس مقدس استدعا میکنم جناب عالی اینو بخونه. خب پس اینو بذارید برای دوستان توضیح بدم. آقای آریانپور همیشه به من لطف دارن و وقتی که تشریف میارن توی برنامه ها میگن که یه جاهایی رو تو بخون و من میخونم، بعد شما دوستان هی به من ایراد میگیرید که چرا نمیذارم ایشون صحبت کنه. خود ایشون به من دستور میدن و من هم اجرا میکنم. با هم خواهش میکنم. ممنونم از شما. ببینیم دوستان، این سوگندنامه به این صورت هست: من که لباس مقدس سربازی را در بر نمودم در پیشگاه خداوند بدین و کتاب آسمانی خود که به آن اعتقاد دارم و شرافت و مردانگی و ناموس خود سوگند یاد می کنم که در همه حال مدافع و پشتیبان استقلال میهن و رژیم مشروطه سلطنتی ایران که شاهنشاه بزرگ ارتشداران مظهر آن هستند بوده و در مقابل کلیه دشمنان چه داخلی و چه خارجی تا سرحد جانبازی فداکاری نموده و اوامر و دستورات فرماندهان و رؤسای خود را که از طرف بزرگ ارتشداران منصوب شده باشند اطاعت نموده و هیچگاه عملی که مغایر حیثیت و شرافت ارتش و ملت ایران باشد مرتکب نشده و اعلام می‌دارم که این سوگندنامه را آزادانه و صمیمانه و بدون هیچ قید و شرط و فکر مخفی امضا نموده و وظایف خود را از روی صداقت و وفاداری و جدیت انجام خواهم داد. در این راه خطی خدای را به کمک می‌طلبم. اینجا اسم نوشتن که نوشته شده محمد شهرت امیر خاتمی، درجه سرلشکر و امضا هم شده. ملاحظه کنید این سوگندنامه که ارتش بود محمد خاتمی فرمانده نیروی هوایی در زمانی که سرلشکر بود و فرمانده نیرو هوایی امضا کرده. بله. امضای خودشه. حالا میگی تاریخش معلوم نیست؟ نه، تاریخ در زمان از درجهشون میشه بفهمی که میشه احتمالاً همون اولین روزی که سلشکر. اینم سوگندنامه‌ایه که خود من در درجه سروانی یا نافسروانی امضا کردم. شبیه همونه، هیچ اختلافی نداره. یعنی همه ما سوگند یاد کردیم که نسبت به اصول قانون مشروطه سلطنتی و پشتیبانی از پادشاه ایران تا جایی که جان در بدن داریم اقدام کنیم. حالا من از سلطنت طلبای محترم سوال میکنم، اون روزی که شاه با چشمان گریان از ایران دور می شدند کدام یک از ماها که سوگند یاد کرده بودیم بریم و از ایشان بخوایم کشور رو ترک نکنن؟ به چند دلیل، چون شاه مملکت بودند. دوم اینکه اگر فرمانده کل قوا صحنه جنگ رو ترک بکنه، اون فرمانده بایستی در همان لحظه بازداشت بشه و تحویل جوقه آتش گردد. فرمانده‌ای که بدون اطلاع، بدون تعیین جانشین کشور خودشو ترک میکنه و به هیچ یک از فرماندهان که باقی موندن دستوری در مورد جانشین خودشون نمیگن، اینو چجوری شما میخواهید توجیه کنید؟ این خطایی بود که ایشون مرتکب شدن. درست بعضی ها میگن که در گوشی به
آقای قرباقی گفتن شما فرمانده کل قواید، از اون طرف شایعه هست که فردوست اومده میگه به من فرمودن تو فرمانده کل قوا باش. فردوستی که در طول عمر 40-50 سال است در ارتش حتی یک روز فرماندهی یک گروهان یا یک دسته نبوده، چطور میتونه فرمانده قوای کشوری بشه که در اون بحبوهای انقلاب فرو رفته؟ حالا من در این مورد یه توضیحات. این وسط نقش آقای شاپور بختیار به عنوان نخست وزیری که پادشاهش رفته مرخصی استعلاجی، قانونا اینجوری باید باشه که هر وظیفه‌ای که شاه داشته و هر مسئولیتی که داشته ایشون میشه دپیتیش یا معاونش یا نخست وزیرش، ایشون باید داشته باشه. یا باید یک نفر رو به عنوان جانشین فرمانده قوا تعیین میکردن یا اینکه به نخست وزیر کتبن ابلاغ میکردن شما عهده‌دار فرماندهی کل قوا هستید. در زمان غیبت من شما هستید. بله. این کار نکرد. این کار نشد. چرا بختیار شکست خورد؟ برای اینکه چوب دو سر طلا بود. در این حال که تصویب شده بود نخست وزیر قانونی کشور، دو مجلس و اعلیحضرتشون رو تایید کردند، ولی در این حال ارتش که پشتیبان ایشون باید می بود نبود. و ما می بینیم برخلاف این سوگندنامه‌ای که ما نبایستی با هیچ کس سازش کنیم، مخصوصا با دشمنان، بیشتر فرماندهان ارتشی ما قبلا سازش کرده بودند. و اگر خاطرتون باشه، یعنی سنتون در حدی باشه که در اون زمان میدونستید چه در مملکت میگذره، میدیدید که در همان روز بعد از انقلاب عده‌ای از این عمرای رده بالا در سر خدمتشون حاضر شدن، انگار نه انگار اتفاقی در کشور افتاده، سوگندی که نسبت به شاه و کشور ایران خورده بودن از لحاظ مشروطیت. چی شد؟ یهو رفتن در سر کارشون حاضر شدن که من الان یه توضیحاتی در این مورد میدم. در روز بعد از انقلاب طبق معمول افراد نظامی در پادگانهای خودشون حاضر شدن مراسم صبحگاه و غیره را انجام بدن. حالا در نیروی دریایی که من اطلاعم بیشتر از سایر نیروهاست، این اتفاقات افتاد و از شما خواهش میکنم به من دلیلشو بگید. در ستاد نیروی دریایی فردی به نام دریادار شعاع مجیدی به اتفاق داماد آقای خمینی یعنی آیت الله اشراقی در ستاد نیرو آماد جمع میشن. کلیه عمرا و افسران ارشدی که خودشونو اون روز معرفی کرده بودن همشونو جمع میکنن در آمفی‌تئاتر، درها رو بر رویشون میبندن. مجیدی و اشراقی میان پای میکروفون و اطلاع میدن به خبرنگاران هدف ما اینه که همه این عمرا و افسران ارشد رو در کیسه های گونی بکنیم، سرشم ببندیم، پرتشون کنیم توی ماشین، ببریم به مدرسه علوی تحویل بدیم. یعنی کی؟ یعنی یک دریاداری که سوگند وفاداری نسبت به رژیم قبلی خورده بود. خوشبختانه در اون لحظه به دکتر احمد مدنی که وزیر دفاع و فرمانده نیرو دریایی شده بود اطلاع میدن. ایشون با سرعت خودشو میرسونه، به دریادار مجیدی با عصبانیت دستور میده این غلط ها چیه میکنی، این کار یعنی چه.
برو از نیروی دریایی بیرون و دیگرم پیدا نشه، فوراً دستور میده همه عمرا و افسران ارتش و نیروی دریایی رو آزاد میکنن که به منازلشون برمیگردن. پس اینو داشته باشید. میریم بندر عباس، بزرگترین پایگاه دریایی نیروی دریایی. در صبحگاهی که انجام میشه، فرمانده ناوگان دریابان خسرو آزادی که یکی از شریفترین بهترین افسران دریایی بود و در طول خدمتش به عنوان فرمانده ناوگان خدمات بسیار گرانبهایی انجام داده بود، یک عده جوان که معلوم شد تحریکاتی از دست طرف خارجی ها بهشون شده بود، 5-6 نفر میریزن در میدان، دریابان رو بازداشت میکنن و با وقاحت سعی میکنن ایشون رو ببرن تحویل کمیته‌ای که در شهر بندرعباس ایجاد شده بود همون شبانه تحویل بدن، همون کمیته های انقلاب. در حدود چند هزار افسر درجه دار کارمند که در صبحگاه حضور داشتند، دهانشون رو زیپ بسته بودند، لام تا کام اینها صحبتی نکردند، اعتراض نکردند، نشان ندادند که پشتیبان این فرمانده خوبن. اینجا اسمشو چی میشه گذاشت؟ یعنی انقدر ما به خاطر منافع لحظه‌ای خودمون بی غیرت و بی همیت میشیم که بهترین فرمانده خودمونو میذاریم کتبسته ببرن تحویل کمیته امام بدن و صحبتی نکنیم. میریم در بوشهر. فرمانده اونجا فردی بود به نام دریادار پرویز شیلاتی. اتفاقا در شهریور که ارتش بود، اصحاری نخست وزیر کشور میشه، ایشون اولین کاری که میکنه برای چندین ایالت ایران یا استان ایران استانداران نظامی تعیین میکنه. فرد نظامی که برای بوشهر تعیین کرده بود دریادار نصرالله موقری، او هم یکی از افسران شریف که در امریکا همه به او پدر میگفتند. چند سال پیششون درگذشتن و جاشون در بین همه ما خالی، مردی شریف با خدا، وطن دوست، شاه دوست و فعال. وقتی استاندار پی می افرادی مشابه بندرعباس تصمیم می گیرن پرویز شیلاتی رو بازداشت کرده تحویل کمیته امام بوشهر بدن. البته خاطرتون هست که در بوشهر بیش از همه جا فعالیت مخرب بود، یعنی همافران و دریافران. همافران متعلق به نیرو هوایی بودند، دریافران متعلق به نیروی دریایی. اینها ناراضی بودند، حالا به چه علتی من وارد اون نمیشم، و سر و صدا زیاد میکردن. اینها تصمیم گرفتن که پرویز شیلاتی رو دستگیر کنن و تحویل کمیته بدن. دریادار موقری مرد و مردانه وارد میشه بدون اینکه فرد دیگری از بین افسران درجه داران اعتراضی بکنه. موقری میاد و جان دریادار پرویز شیلاتی رو نجات میده. با اسکورتی که تعیین میکنه ایشان و خانوادهشو به تهران به سلامت میرسونه که کسی نتونه به ایشون تعرضی بکنه. میریم در سیرجان، پایگاه پشتیبانی سیرجان. به علت اینکه بندرعباس هم مرطوب بود هم حرارت زیاد بود، برای نگهداری مواد غذایی، پوشاک
و مهمات نیروی دریایی مضر بود. پس سیرجان که منطقه خشک و خوش آب و هوا بود انتخاب کردیم، یک پایگاه لوجستیک درجه یک شد، مرکزی برای آزمایش موشک‌ها در هوای خوب درست کردیم و غیره و غیره و غیره. باز عده‌ای در صبحگاه فرمانده اونجا که ناخدایی بود به نام ولایی و چند نفر دیگر رو دستگیر می‌کنن و تحویل کمیته میدن. باز هم فردی از افراد نیروی دریایی که در اونجا حضور داشت اعتراض نمی‌کنه. میریم به جزیره خارک، فرمانده اونجا ناخدا ادیب نیا بود، فردی بسیار خوب، وارد، متخصص در کارش. ایشون رو دستگیر میکنن و تحویل کمیته امام میدن. باز هم کسی اعتراض نمیکنه. میریم به پایگاه دریایی خرمشهر، فرمانده اونجا رو در همون روز دستگیر میکنن و تحویل کمیتش میدن. هیچ یک از افراد اون پایگاه که اولین پایگاه نیروی دریایی ایران بود اعتراض نمی کنه. میریم به پایگاه دریایی بندر پهلوی که من حدود 3.5 سال در اونجا فرماندهی کردم، ولی اون موقع من در نیروی دریایی نبودم. فرمانده اونجا فردی بود به نام دریادار ناصر جهانبانی که در حال حاضر در امریکا تشریف دارن. ایشون رو دستگیر میکنن و میبرن در سربازخانه نیروی دریایی که در رشت بوده زندانیش میکنن. چه کسی این کار رو میکنه؟ جانشین خودش، یعنی افسری که سرهنگ بوده و ایشون وقتی فرمانده پایگاه خارک بوده با ایشون کار میکرده، وقتی میاد بندر پهلوی اینم با خودش میاره و بهش عزت و احترام میذاره، نفر دوم بوده. این فرد ایشون رو دستگیر میکنه، باز هم هیچ یک از افراد اعتراض نمیکنن. حالا به من بگید، بر مبنای اون سوگندی که همه اینها خورده بودن و با توجه به اینکه با فرماندهشون اختلافی نداشتن تا روز قبلش ازش پشتیبانی میکردن، چطور شد که خود افرادی که سوگند خوردن و بایستی کشور خودشونو از دست دشمن خارجی و داخلی نجات بدن یا نذارن اینها نفوذ بکنن، چطور در یک لحظه همه اونها عامل رژیم آینده‌ای که هیچی راجبش نمیدونستن؟ اون وقت شما و بعضی از شماها که شروع به فحاشی میکنید، من و امثال مدنی رو خائن میدونید. سخت در اشتباهید. چرا؟ من هنگامی که در سال 52 و 3 تشخیص دادم که چه فسادی در ارتش و در نیروی دریایی هست و من به تنهایی قادر به جلوگیری از اون نیستم، تنها راهی که پیدا کردم دادن گزارش به مافوق ها بود. من یک مافوق بالا دستم در نیروی دریایی داشتم، اونم فرمانده نیرو بود. هرچه به او میگفتم میگفت تو خیال میکنی، تو اختلاف داری، تو ساده لوحی، تو حساسی. میگفتم دلایل و مدارک نشون میده که چه فسادهایی در جریانه. میگفت نخیر، من به همه این افسران اعتقاد دارم، همشون پاکن، هیچ یک از اینها خطایی نکردن و این تویی که خطا میکنی. اونجا بود که گفتم خب فرمانده نیرو درک نمی کنه، شاید نمی دونه. البته نمی دونستم که خودش شریک دزده. رفتم به مقامات بالاتر. اولیش کی بود؟ ممیزی ارتش سپه بود، تبا تبایی وکیلی که همیشه ایشون
جانمازش در اتاق کارش پهن بود، عکس حضرت علی رو بالا گذاشته بود، عکس شاهنشاه و زیر عکس حضرت علی، و همیشه وانمود میداد که خداوند و حضرت محمد و پیغمبران اونجان و به فکر ایشونن. رفتم پیش ایشون، ایشون شغلش این بود کنترل کلیه خریدهای ارتش شاهنشاهی. گفتم تیمسار این اتفاقات داره اتفاق میفته، این مدارک من دزدی داره میشه، فلان میشه اینا. گفت حتما من اقدام میکنم، البته اگر اقدام کرد من نشنیدم، تا الانم منتظرم که ایشون نتیجه اقداماتشو بده. ایشون زنده هستن یا فوت شدن؟ فوت کردن. کاری که کردن، گفتن من یکی از ممیزین خودمو که بهترین شخصی به نام دولت شاهی از خانواده قاجار شاهزادم لابد بود، بیاد در قسمت لوجستیک نیروی دریایی ایشون آفیس داشته باشه که از نزدیک کنترل کنه، نذاره کسی سوء استفاده. نظارت مستقیم. البته پس از چندی پی بردم دزدی که با چراغ آید گزیده تر برد کالا. ایشون اومد، حالا بهتر دزدی میکنن، سهم تیمسار معظمم میدادن. رفتم خدمت تیمسار مقدم رئیس اداره دوم و ضد اطلاعات ایشون که هوشنگ سرلشکر هوشنگ قاجار بود، مدارکم رو ارائه کردم، گفتم این اتفاقات داره میفته، به زودی پایه های تخت سلطنت ما شروع به لرزه است و نتیجه لرزش ریزش اونه. یه نگاهی ابله در صفیح به من کردن، یعنی این مزخرفات چیه داریم؟ گفتم نگاه عاقل در صفیح. نه خیر، ابله هم در صفیح. شما درست چه داریم میگید؟ ابله هم در اگر عاقل بود که حل میشد. به هر حال ایشون هم گفت چشم و اقدامی نشد. آخرین فردی که رفتم پلوش تیمسار ارتش بود حسین فردوس، رئیس بازرسی ویژه بود. یعنی 4 سال قبل از انقلاب هست؟ 4 یا 5 سال قبل از انقلاب. شهریور ماه 1353، 4 سال و اندی. ایشون هم گوش دادن، گفتن اقدام میکنیم، ولی مدتی صبر کردم، خبری نشد. وقتی خبری نشد گفتم که داره دیر میشه، و البته چیزهایی که به خود من میخواستن رشوه بدن داستان جداگانه داره، انشالله در فرصت دیگه میگم. بقیه رو من در رشته گرفتن یا رشوه دادن شریک نبودم، ولی در اینهایی که خودم رو میخواستن اینوال بکنن اون دیگه نمیتونم دروغ بگم یا بگم شایع است، دیگری برای من بیان کرده. راجع به اون صحبت نمی کنم. گفتم خب حالا که هیچ کس گوش نمیده، بهترین راه اینه من درخواست بازنشستگی بکنم، اگر ممکنه اینو تغییر بدید برید توی خارج بشید. در اونجا که نوشتم سوابق خدمت من کدومه؟ خدمات هوشنگ آریانپور. بله. کلیک بکنید برید پایین. بازم نه پس دوباره بر از این بیرون برید، اشتباه کردم، عذر میخوام. دلایل خروج از نیروی بله. دریایی.
ملاحظه کنید، اجازه بدید من اینو مخصوصا به خانم مینو ثقفی که این دو هفتهی که ما گفتیم و گفتیم که شما میان اصلا دیگه ایشون به نظر میرسه مرخصی رفتند و هیچ خبری ازشون نیست، این رو مخصوصا من بگم چون ایشون هی اصرار میکنه که شما افسر تیمسار اخراجی هستید. ولی دوستان ببینید اینجا نامه این اصل مدرکه بله که اونجام نشون میده، لطف کنید بخونید. بله، دریادار هوشنگ آریانپور تیمسار فرماندهی نون زش، یعنی میشه نیروی دریایی شاهنشاهی، نه ده ش، نیروی دریایی شاهنشاهی. تقاضای بازنشستگی تاریخ هم داره دوستان، قشنگ میتونید ببینید 11/6/53 درست همون ماه شهریوری که ایشون قبلا گفتن، شخصا دریافت نمایند خیلی محرمانه. به دلایل فراوانی امکان ادامه خدمت در نیروی دریایی شاهنشاهی برای شخص من وجود نداشته و تقاضا دارم با بازنشستگی، بازخریدی و یا اخراج از ارتش من موافقت و نتیجه را اعلام فرمایید. ضمناً استدعا دارم قبل از قبول بازنشستگی من هیئت صلاحیت داری از سران نظامی وزارت جنگ و ممیزی ارتش جهت بررسی وضع موجود از لحاظ اعتبارات و نحوه هزینه آنها در سالهای 52 و 53 و میزان کاری که از خرداد سال 52 تا این تاریخ در دوائر تحت امر من انجام گردیده است تعیین و اعزام گردند. تبصره بازنشستگی و یا بازخریدی در هر درجه‌ای مطرح نمی باشد. دریادار هوشنگ آریانپور، خانم مینو ثقفی و اون آقای حسین کمپانی. حالا دیگه اگر وجدان دارید خودتون چیز کنید و کسی که میخواد از یه جایی بره اگر حسابش پاک نبود نمی اومد بگه که قبل از بازنشستگی من از سران وزارت جنگ و ممیزی ارتش کسانی رو بفرستید که بررسی کنن کارهایی رو که من توی این یک سال و سه ماه انجام دادم. خود شماها چند تاتون حاضر بودین چه در حین خدمت چه در موقع خروجتون تقاضا کنید که کسی بیاد و به اصطلاح بازرسی کنه، یا این ممیزی همون بازرسای ارتش میگفتن دیگه، یعنی همون تبابایی که عرض کردم. بله بسیار ممنونم از شما. حالا یکی یه ذره برید پایین. بله یه دونه پایین. آها. این جوابیه که نیروی دریایی داده، این اصل نامه است. بله دوستان اجازه بدیم بهتون نشون بدم، این در پاسخ به اون نامه‌ای که آقای آریانپور فرستادند، این تاریخ در دو روز بعد 13/6/53 آمده که از فرمانده نیروی دریای شاهنشاهی به تیمسار دریادار آریانپور، موضوع تقاضای بازنشستگی، اخراج یا بازخرید، محرمانه مستقیم، بازگشت به شماره نامه و تاریخ. تقاضای شما مبنی بر تقاضای بازنشستگی، بازخریدی و یا اخراج از ارتش شاهنشاهی به شرف عرض مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر خواهد رسید و اوامر جان متا مبارک به شما ابلاغ خواهد گردید. فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی دریادار عطایی. حالا یکی دیگه پایین برید. بله. این وقتیه که جواب به من داده شد و نیروی دریایی جواب به من داد. بله. سه ماه بعد. بله بله. ممنون. نیروی دریایی شاهنشاهی تیمسار دریادار هوشنگ آریانپور کاشانی در این موقع که پس از سالها خدمت صادقانه در ارتش شاهنشاهی به افتخار بازنشستگی، خانم ثقفی، به افتخار بازنشستگی نه با خجالت اخراج، چون توی آمریکا هم داریم اینجا honorable retire میشن اونجا dishonor. بله یه بار دیگه میخونم. خانم ثقفی توجه کنید، شما که تاریخ و وجدان مردم رو به قضاوت به اصطلاح دعوت کردید، لطفا توجه کنید و پاسخ بدید.
در این موقع که پس از سالها خدمت صادقانه در ارتش شاهنشاهی به افتخار بازنشستگی نایل شده و محیط سربازی و همکاران خود را ترک می نمایید، از خدمات پرارج و ثمربخش که در دوران خدمت خود انجام داده اید قدردانی نموده و یقین دارم که علاقه و احساسات خود را نسبت به ارتش شاهنشاهی و هدفهای آن حفظ نموده و همواره آماده جانبازی و فداکاری در راه خدمتگزاری به اعلیحضرت همایون شاهنشاه یا امیر بزرگ ارتشداران و میهن عزیز خواهید بود. باز هم امضای فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی دریابان عطایی. اجازه میدید من اینجا از خانم ثقفی تشکر کنم که با این چیزایی که گفتن باعث شدن که شما این نامه ها رو این بار با این توضیحات و به این دقت با دوستان به اصطلاح نشون بدید. من از شما ممنونم خانم ثقفی که با اون دروغایی که این بار گفتید در مورد تاریخ و در مورد ایشون باعث شدید که یک حقیقتی به اصطلاح آشکار بشه و یک نوری به این دفتر تاریخ واقعا زشت دوران شاهنشاهی بیفته و اقلا اونهایی که کارشون درست بوده اینجا از دیگران جدا بشن و ایشون هیچ احتیاجی نداره که خودش رو توجیه کنه، هیچ عذری نمیخواد برای من و شما بیاره. من و شما در مقامی نیستیم که بتونیم تأثیری رو زندگی ایشون داشته باشیم، ولی وظیفه خودشون میدونن که همون جوری که شما گفتید تاریخ رو اقلا برای نسل‌های بعدی، برای بنده که اصلا خبر نداشتم، به این صورت روشن کنن. من به نوبه خودم از شما ممنون و متشکرم. بفرمایید. اختیار دارید. اگر ممکنه بریم به پایین یک مدرک دیگه که نشون میده من در دوران خدمتم چه خدماتی رو، اجازه بدید اوت بشیم بریم اون یکی تا الان بیاد خدمات این رو میگه. نخیر ببخشید. آره همینه، توی همینه، چند تا همینه. فایل مختلف، بله خدمات. ملاحظه کنید خانم، صفحه رو بزرگتر کنم. بله بفرم. خانم ثقفی گرامی، درسته که ما افسران یعنی دانشجویان به خرج دولت، با هزینه دولت برای اینکه آموزش ببینیم در رشته خاصی استخدام شدیم و به خارج اعزام گردیدیم. من دینی نسبت به کشورم دارم و در طول خدمت 26 سالم سعی کردم در حد امکان این دینمو چند برابر جبران کنم و کردم. اینجا نامه‌ایه که در درجه سرگردی یا ناخدا سومی نیروی دریایی به ستاد بزرگ که قرار بود این نامه رو ببرن خدمت اعلیحضرت نوشته شد. اگر اجازه بدید آقای سربی اینم مطالعه بفرماین براتون بخونن، بعد من توضیحات لازم و خدمتون خواهم داد. پس دوستان با هم این نامه رو میبینید، من هم میخونم براتون. شماره 4 58 40. معمولا نامه های دولتی اینها شماره گذاری میشه. بله. تاریخ 22 10 1343، یعنی تا 57 حدود 13-14 سال قبل. تیمسار ریاست ستاد بزرگ درباره حوض شناور 5000 تنی شرکت ملی نفت. به قسمی که احضار دارند شرکت ملی نفت در نظر دارد حوض مذکور را به رایگان در اختیار نیروی دریایی شاهنشاهی قرار دهند. ضمن بررسی هایی که در مورد تعمیرات و نحوه استفاده از حوض در چند ماه گذشته به عمل آمد،
این نیرو در نظر داشت با انجام تعمیراتی در ساختمان آن در محل مناسب که می بایستی آماده گردد، انبارهای حوض را پر نموده و آن را به گل بنشاند تا به صورت حوض ثابت تعمیرات مورد استفاده قرار گیرد. این طرح به علت هزینه فوق‌العاده‌ای که برای آماده نمودن محل به گل نشاندن داشت مردود شناخته شد. اکنون یکی از افسران ارزنده این نیرو، ناخدا سوم مهندس هوشنگ آریانپور، پیشنهاد نموده که با هزینه‌ای در حدود 5 میلیون ریال، یعنی 500 هزار تومان، 5 میلیون ریال حوض را به ترتیبی تعمیر نماید که به صورت فعلی قابل استفاده باشد. علاوه یک برگ رونوشت گزارش نامبرده جهت استهزار به پیوست تقدیم می‌گردد. ضمناً این جانب اطلاع کامل دارم این افسر با کارهای مثبتی که تاکنون در نیروی دریایی شاهنشاهی انجام داده، قادر است تعمیرات و حوض را به نحو مطلوب انجام دهد. به طور خلاصه به عرض می‌رساند در زمانی که فرمانده مناطق دریایی جنوب را به عهده‌دار بودم، در مورد تعمیرات زیر آبی واحدهای شناور کوچک مشکلاتی موجود بود. به دستور این جانب افسر نامبرده اقدام به ساختن یک حوض تعمیراتی 120 تنی نمود که هنوز مورد استفاده مناطق دریایی جنوب می باشد و علاوه بر رفع احتیاجات مناطق، ظرف چند سال گذشته کلیه واحدهای شناور ژاندارمری، گمرک و سازمانهای دیگر در این تعمیر می شده و درآمدهای حاصله به نفع ارتش ذخیره گردیده است. این افسر پس از طی دوره عالی به شمال اعزام و در رأس کادر فنی مناطق، ناو سلطنتی شهسوار را که تاکنون با حضور متخصصین خارجی روی سرسره اداره بندر برده میشد، با ابتکارات جالبی به روی سرسره هدایت و تعمیرات مورد لزوم به نحو مطلوب انجام گردید. سپس حوض شناوری این شطور، اسم شطور بوده، بله، حوض شناوری شطور را که سالها روی گل بوده و به طور کلی غیر قابل استفاده شده بوده و در روی سرسره با تعمیرات و نوسازی که انجام گرفت، اکنون آماده بهره برداری می باشد، به طوری که تعمیرات زیر آبی کلیه واحدهای شناور در آن انجام و حتی ساختمان ناوچه های 100 تنی در آن امکان پذیر و جزء برنامه های این نیرو می باشد. یکی دیگر از کارهای مثبتی که انجام داده، ساختن یک اسکله مجهز در پشت آموزشگاه مهناوی می باشد که در نظر است در سال آینده نیز توسط توسعه داده شده و آماده برای پهلو گرفتن ناوچه های 100 تنی گردد. با توجه به کلیه اقدامات مثبت فنی، به نظر این جانب افسر مزبور قادر است این کار را انجام دهد و نیروی دریایی شاهنشاهی در اجرای اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشداران که به کرات فرمودند بایستی صرفه‌جویی شده و از اتلاف وجوه دولت جلوگیری نمود، از این طرح پشتیبانی نموده و با نهایت قدرت عوامل فنی خود را در اختیار این افسر در آبادان خواهد گذارد تا حوض شناوری را که شرکت نفت مجاناً به این نیرو واگذار کرده است قابلیت کار را داشته باشد. در مورد تأمین اعتبار مورد لزوم نیز این نیرو پیشنهاد می نماید از اعتبار 108 هزار دلار که برای تکمیل وسایل و تغییرات ناوهای شاهنشاهی بایندور و نقدی تخصیص داده شده بود تأمین گردد. این اعتبار به علت اینکه به موقع حواله نگردید، با اقداماتی که از طرف این نیرو به عمل آمد، اکثر نواقص ناوهای فوق توسط کارگاه نیرو دریایی آمریکا برطرف گردید و تغییرات دیگر چنانچه ضروری تشخیص داده شوند توسط کارگاه‌های مناطق دریایی جنوب و افسران فنی این نیرو انجام خواهد شد. با عرض مراتب فوق اطمینان دارد تعمیرات اساسی حوض مذکور توسط ناخدا سوم مهندس آریانپور و کادر فنی که در اختیار خواهد داشت امکان پذیر و چنانچه اجازه فرمایند
از هم ارز ریالی مبلغ فوق استفاده نماید. حوض مزبور ظرف چندین ماه آماده برای بهره برداری خواهد بود. بدین ترتیب نیروی دریایی شاهنشاهی تا آماده شدن حوض تعمیرات ثابت در بندرعباس به حوض شناور 3500 تنی نیروی دریایی آمریکا احتیاجی نخواهد داشت و در نتیجه مبلغ 100 میلیون ریال که برای تعمیرات و یدک کردن اونجا ما 5 میلیون ریال داشتیم، اینجا 100 میلیون ریال فقط میخوانیم رو حملش کنیم. بله. و در نتیجه مبلغ 100 میلیون ریال که برای تعمیرات و یدک کردن حوض فوق از آمریکا تا خرمشهر پیشنهاد شده بود به نفع ارتش شاهنشاهی صرفه‌جویی خواهد شد. علاوه بر استدعا دارد مراتب استفاده از اعتبار 108 هزار دلار و انجام تعمیرات حوض اهدایی شرکت نفت را به این نیرو ابلاغ تا سریعا کارهای تعمیراتی شروع و حوض را آماده برای بهره برداری نماید. فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی دریا سالار رسایی که معرف حضور دوستان هست. خب بفرمایید آقا. و باز هم ممنون که به اصطلاح اینجوری شما برای دولت ایران، ملت ایران پول صرف جویی کردید، اینجوری با اون استعدادی که داشتید اون به اصطلاح حوزها رو درست کردید و تعمیر کردید و اینها. بفرمایید ببینیم حالا دوستان دیگه چه هنری دارن. آقای حسین وقت داریم اگر بله بله. اجازه هست. بله 12 این حوز در سال 1914 در آلمان ساخته شده بود. وقتی در جنگ انگلیس و فرانسه پیش میبرند، تمام تجهیزاتی که آلمان داشت به یغما میبرند، از جمله این حوض و دولت انگلیس برمیداره و به شرکت نفت ایران و انگلیس میفروشه. پس ببینید تاریخ ساختش 1913 بوده. این کشتی های نفتکش رو در آبادان تعمیر میکرد وقتی نیاز داشتن، زیرابیش رو انجام میداد، صدمه میدید. اینا سالها بود اینو نتوانسته بودن تعمیر کنن، چون در اون منطقه محلی که این حوض عظیم رو بتونن ببرن امکان نداشت. این در کجا نصب شده بود؟ در میان شط العرب، در جلوی جزیره آبادان، جایی که پالایشگاهه. سالها بود که این سوراخ شده بود و آب به داخل اینو بود. ببخشید شما اینو میگید شط العرب، بعد اشکالی پیش نمیاد. ببینید اسامی همونطور که ما اصرار داریم خلیج فارس، خلیج فارسه، ما هم نمیتونیم شط العربی که از سوریه شروع میشه، دو تا رودخانه مختلف میاد، یک گوشه کوچکش به ما برمیخوره، همه اسم اینو تغییر بده. اینجا نگاه کنید جاده 123 از اینجا میره تا باشید. پایین نخ ریچمون. بله. ولی در هر منطقه ای که این رد میشه اسم خودش رو داره. ما میتونیم در اون تیکه اسم اینو بذاریم اروند رود، ولی قبل از این شط العرب بوده. همینطور که ما میگیم خلیج فارس، اونا نمیتونن تغییر بدن. خب یکی به خودمون یکی به دیگری. این اینها سوراخ شده بود، ظرفیت اصلی 6000 تن بود، یعنی می توانست یک کشتی که خالی 6000 تنه بیاره از آب بیرون و بتونن زیرش رو تعمیر کنه. شرکت نفت بعد از اینکه ملی شد دیگه وضع خرابتر شد، تعمیرات کمتر شد، مثل همه چیزمون وقتی دست خودمون اومد خرابی شروع می شد و کمتر میتونستن از این حوض استفاده کنن. به جایی رسته بود که حتی کشتی 1000 تنی رو نمیتونست. شرکت نفت دید این مخارجی داره و میخواست اینو به صورت آهن اسقاط بفروشه. تیمسار رسایی مطلع شدن، به من تلگراف زدن، من در شمال بودم، سری بیا
اومدم گفتن برو اونجا و بازدید کن، نظر تو بده. من رفتم، حالا چه مشکلاتی فرمانده اونجا برام به وجود آورد و سایر افسران. چرا؟ برای اینکه قبلا رفته بودن بازدید کرده بودن، نظرشون این بود که نه این به درد نمیخوره، ما باید حوض نو بخریم. بله که کامیشن بگیره دیگه اون باشه. بله تیمسار رسایی به من گفتن برو ببین. من با مشکلات رفتم توی این حوض، روزها در گرمای تابستان به مخازنش رفتم، بازدید کردم، موتورهاشو دیدم، پمپاشو دیدم، سایر وسایلشو دیدم. یه گزارش تلگراف کردم به تیمسار رسایی که از هر حیث این قابل تعمیره، امکانش هست که من در همین جا تعمیرش کنم. یه چیز هیولا که 150 متر طولشه، عرضش 80 متر بود، ارتفاعش در حدود 25 متر، باید این یه جایی توی خشکی بره که بتونن زیرش رو تعمیر کنن. ما نداشتیم، جایی نبود. لویدز که یک کمپانی بیمه انگلیسی اومد بازدید کرد و گفت این 1,000,000 لیره انگلیسی هزینه تعمیراتشه، همین حدودم هزینه داره که ما اینو با یدکش ببریم به سنگاپور و تعمیر کنیم، ولی شانس این که در بین راه غرق بشه بسیار زیاده. در نتیجه تیمسار رسایی رأیش تقریبا دیگه مثبت نبود، به صورت منفی بود که به من روی آوردن. من رفتم بازدید کردم، گزارش دادم که اینو من میتونم تعمیرش کنم، به جای 2,000,000 پوند یعنی 36,000,000 تومان من با 500,000 تومان میتونم اینو تعمیر کنم. اعلیحضرت مطلع شدن از طریق گزارش تیمسار رسایی، فرمودن خب این افسر رو میشناسی؟ گفته بودن بله، این همونیه که ناو سلطنتی شهسوار رو تعمیر کرد و کلی ما صرف جویی کردیم، که خود اونم یک داستان مفصل داره. گفتن نه، شما بفرستید از امریکا یک متخصص دریایی بیاد. اتفاقا یک ادمیرالی اومد، از من خواستن ادمیرال رو ببرم به آبادان و اینو نشونش بدم. در راه صحبت کردیم، نظرش خواست که چطور و اینا، برای شرط دادم. وقتی بردم نشون دادم و دید حوضو، گفت که من 60 ساله که در نیروی دریایی خدمت میکنم، 60 سال ببخشید کم 40 ساله اشتباهی، ولی این طرحی که شما گفتید در عمرم به این سادگی و عملی بهش بر نخورده بودم. گفت آیا میشه من برم خدمت اعلیحضرت؟ گفتم من کسی نیستم که بگم بله یا نه، گزارش میدم. به تیمسار رسایی گفتم، برز رسوندن، فرمودند که این ادمیرال بیاد ببینمش. ادمیرال رفته بود، دیده بود، گفته بود امکان داره طرح آریانپور اجرا بشه، ولی باز هم چون لویدز گفته بود بیمه دریایی انگلیس که مشکل اینو در اینجا تعمیر کردن، بهتره که ازش صرف نظر کنه. تیمسار رسایی میره خدمت اعلیحضرت، اعلیحضرت میگن که بهتره نکنیم. ایشون میگه اجازه بدید بکنیم، ما ضرر میکنیم. ما الان بابت تعمیرات زیرابی نافهامون که مجبورن به خارج برن، سالی 100,000,000 تومان بودجه میذاریم. اگر این اینجا تعمیر بشه، این 100,000,000 تومان در ایران باقی میمون. گفته بود خب به یه شرط که از آریانپور ضمانت بگیرید. تیمسار رسایی تگیه نامه دارم، دفعه دیگه اومدم خدمتتون، خدمت خانم مینو ثقفی نشون، من دیدم این نامه که اعلیحضرت فرمودن ضمانت بده. نوشتم من در این دنیا هیچی ندارم که گرو بذارم، تنها چیزی که دارم درجه های روی شونمه، اینها رو تضمین میدم که اگر به مدت 10 سال پس از تعمیر این
چه کوچکترین اتفاقی برای حوزهایی که با ناوهایی که وارد حوز میشن یا خود حوز اتفاق افتاد، درجه منو بگیرید، تبدیلم به سرباز وظیفه‌ام کنید. تیمسار اینو برد خدمت اعلیحضرت، موافقت فرمودن. در نتیجه برنامه‌ای که من ترتیب دادم و آموزشی که به پرسنل فنی پایگاه دریایی خرمشهر دادم، 6 ماه این تعمیر شد با کمتر از اون 500,000 تومان. و این ناو باعث شد، این حوض باعث شد که ایران از لحاظ تعمیرات خود زیرابی ناوهای نیروی دریاییش خود کفا بشه. یعنی این بزرگترین لطمه بود که همیشه به ایران میخورد که نمیتونست خود کفا بشه، همیشه احتیاج داشت به اون، همش احتیاج داشت. یعنی با این عمل من شاید 100 میلیون تومان عاید کشور ایران کردم توی اون زمان. 100 میلیون روزی که من بازنشسته شدم تمام ثروتم در بانک 4,000 تومان بود، تمام ثروتم. و چون همیشه در خونه های دولتی خوب زندگی کرده بودم، روزی که بازنشسته شدم خونه دولتی رو که مثل یه قصر بود، استرق داشت، 1500 گل روز فقط توی اون بود، ول کردم، رفتم یه آپارتمان اجاره کردم با ماهی 4,500 تومان، در صورت که تمام سرمایه کمتر از یک ماه. بله. ای کاش توی اون زمانت نام شما نوشته بودید و اگر درستش کردم شما یه مقداری از این درجاتونو نه دیگه ببینید تحویل به بدید. هر حال داستان اینه. بله. ملاحظه کنید شاه کشور که یک امریکایی رو میپذیره ولی حاضر نیست یه افسر جوانشو بدون کوچکترین چشم داشت، بدون اینکه حتی یه مدال بهش بدن یا 2 تومن بهش اضافه بدن، یک ریسکی رو میکنه، درجهشو گرو میذاره، منو نمیپذیره. آیا اتفاقی میافتاد اگر همراه با اون امریکایی اعلیحضرت منم دعوت میکردن یا اجازه شرفیابی میدادن؟ بله. شما ها میگید چرا ما از اعلیحضرت بریدیم؟ خیلی آسون، برای که ایشون ما رو داخل آدم نمیدونه. ایشون بریده بوده از شما ها، ایشون ما رو بریدن. اونهایی که میگن منو از نیروی دریایی اخراج کردن اشتباه میکنن، من نیروی دریایی رو اخراج کردم از زندگی خودم، برای اینکه من دلم میخواد جایی که خدمت میکنم نتیجه کارم رو ببینم، نه اینکه به خاطر اینکه من کار میکنم دیگران نمیکنن همه با من دشمن باشن. وقتی ما رو فرستادن انگلیس، تنها 2 افسر در دانشکده مهندسی قبول شدن، بقیه بهشون نوشتن He has attended the course، یعنی شرکت یعنی کرده در این کلاس حاضر شده. من و یه نفر دیگه، اون یه نفر دیگه به نام جلی، پس از اینکه مدرکشو گرفت از انگلیس فرار کرد، دیگه بر نگشت. ولی من با جان و دل اومدم در خرمشهر که نه آب داشتیم، نه کولر داشتیم، نه پنکه داشتیم، نه خونه داشتیم، خدمت کنم. و همیشه هم سعی کردم دینم رو ادا کنم. اونجا که میگم انجام وظیفه دین نیست، چون در مقابلش من پول گرفتم، امتیاز گرفتم، ولی خدمت خارج از انجام وظیفه خدمته که سربازان وظیفه بی جیره و مواجب ما اون کار رو انجام میدن و ما هیچ وقت قدرشون رو ندونستیم. در انقلاب دیدیم که همون 10-12 میلیون سرباز وظیفه‌ای که ما پدرشون رو درآورده بودیم، کسانی بودند که علیه رژیم به پا خواستن. بعد هی میگیم چرا اینا که شکمشون سیر بود. خیر، شکم سیری درد و دوا نمی کنه.
اون رفتاری که ما با اینها می کردیم زننده بود، اون کاری که با اینها می کردیم زمنان شکمشون هم سیر نبود. من به عنوان یه ایرانی از شما ممنونم، از خدماتی که انجام دادید واقعا سپاسگزارم. ای کاش مردانی مثل شما با شجاعت شهامت بیشتر داشتیم. و بله همیشه گفتم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، شماها هم اگر حرفی برای گفتن دارید حتما مهمان ما باشید. متاسفانه برنامه امروز هم تمام شد، ولی قول میگیریم که هفته آینده با شما باشیم. چون من واقعا میخوام مطالبی که خود سلطنت طلب ها اینجا و اونجا نوشتن استخراج کردم، بیام بگم چه بلایی ما خودمون به سر دو پادشاه ایران آوردیم. بله ممنونم از شما، ممنونم از شما دوستان که توجه کردید. برنامه ها رو پی میگیریم و هفته دیگه چهارشنبه باز هم با تیمسار آریانپور خواهیم بود، پس با ما باشید. مرسی، روزتون بخیر. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052.
خب بینندگان عزیز، اجازه بدین که من این اسم رو عوض کنم و باز هم تشکر کنم از آقای امیر هوشنگ آریانپور که هر وقت ایشون میاد درباره سابقه خودشون و در ایران چه گذشت، چی شد که به اینجا رسیدیم، واقعا آدم غصهش میگیره. ضمن این که خب از طرفی هم خوشحال میشیم که داریم افرادی رو مثل ایشون که میان و برای ما توضیح میدن تا بعضی از این مزخرفاتی رو که کشورهای دیگه دستن در کار بودن، نمیدونم شاه خوب بود اطرافیانش بد بودن، اینها رو به دور بریزیم و در جواب و پاسخ به علی شیرازی عزیز که اون ایمیل رو فرستاده که ما چنین بودیم و چرا حالا چنان بودیم و چرا حالا چنین شدیم، دوست عزیز هم اونهایی رو هم که درباره چنان بودیم نوشتن یه سریش دروغ بوده. ضمناً قانون زندگی و بقا اینه، هر چیزی که خیلی بالا رفت بالاخره یه حدی داره، باید بیاد پایین، هر چیزی هم که خیلی پایین رفت باز باید بیاد بالا. اینجا تو آمریکا میگن که خوشحالیم که دیگه مثلا فلانی که معتاد بود مثلا دیروز خورد زمین، دیگه اونجا به خودش گفت نه من باید مثلا برم و خودم رو مداوا کنم و از این شر به اصطلاح نکبت اعتیاد بیرون بیام. پس هر پایین رفتنی هم یه جایش جای به اصطلاح شکر و سپاس هست که اونجا ممکنه آدم به اصطلاح شرایطش عوض بشه. اجازه بدید من براتون اینجا بنویسم که شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، چون بعضی از دوستان فکر میکنن که حتما باید یک شرایط خاصی باشه، طرف به اصطلاح مجری بوده باشه قبلا و اینها. نه اینجوری نیست، من بارها گفتم اگر من تونستم حدود 20 سال دیگه داره میشه کم کم با شما دوستان باشم، شما هم میتونید با دیگران باشید و صحبت کنید و خیلی بهترین راهی که میتونید این کار رو انجام بدید اینه که خودتون باشید و سعی نکنید که تغییر شخصیت بدید، یک کسی دیگه‌ای باشید، ادای کسی دیگه‌ای باشید، اونجوری شما میشید خودتون. از خودتون این سوال رو کنید، چرا خواننده‌ای داریم به نام وفایی، چرا اینهایی که تقلید صدا کردن با وجودی که صدای گلپا رو میخوند، ویگن رو میخوند، آقاسی رو میخوند، اینو میخوند، ولی هیچ وقت خودش نبود مجید وفایی، ولی داداشش جمال وفایی با وجودی که صداش به خوبی مجید وفایی نبود خودش بود و خودش شد. این رو همیشه یادتون باشه. بذارید من تشکر کنم از خانم شایسته الهامی. بارها براتون گفته بودم، نوشته های ایشون رو خونده بودم و توی یکی از برنامه ها من گفته بودم که نمیدونم این نشریه هفته، هفته نامه است، ماهنامه است، سالنامه است، روزنامه است و یا اینکه نشریه هست که روی اینترنت هست یا فیزیکلی به اصطلاح میتونیم به اصطلاح لمسش کنیم، داشته باشیمش. ایشون لطف کردن و آخرین شماره پنجشنبه 28 آبان رو برای تلویزیون مردم پست کردن و لطفشون رو بیشتر کردن. من وقتی این مجله رو ورق می‌زدم دیدم یک کارتی از داخلش افتاد و اینجا رسمه که کارت می‌ذارن که شما اگه خواستید به اصطلاح آبونه بشین. من این کلمه آبونه رو نمیدونم توی فارسی بوده یا بعداً وارد شده، اینجا ممبر میگن، حالا عضو نه یا سابسکرایبر یعنی بخرید باشون یا حتی بعض وقتا اسم می‌نویسید. عکسی رو که ایشون فرستاده بود این عکس هست که از روستای اشتابین، من انگلیسیش رو دارم میخونم، اشتابین، از روستای اشتابین ایران آذربایجان، چون سبز داخلش هست و این کامپیوتر ما ممکنه عکسای سبز رو درست نشون نده، من این رو براتون به این صورت نشون میدم که ببینید چقدر زیباست. یعنی این هم در حقیقت من رو یاد ماسوله انداخت، اون شهر ماسوله میگن دیگه، نه خونه ها روی تپه ها هست و خیلی زیبا. و من با وجودی که این به اصطلاح نو زندگی اینها رو دوست دارم، ولی باور دارم که با تغییرات
قهر یعنی تکنولوژی و اینها، خب اینها هم باید بتونن بهتر زندگی کنن. مثلا حتما به احتمال زیاد اینها مشکل آب و باران و سرما و گرما رو دارن، ضمن اینکه اینها قشنگه و اینها رو باید نگهداری کنیم تا دیگران هم بیان ببینن به عنوان به اصطلاح چیزای باستانی که مردم ما در اون زمان زندگی میکردن و اینها. من فکر میکنم که باید وسائل و امکانات جدیدتر هم در اختیار اینها مردم این روستا باشه. یک بار دیگه از خانم شایسته الهامی تشکر میکنم برای دوستان ایشون، همکاران ایشون در مجله هفته. آرزوی بهترین ها و موفقیت رو میکنم. خیلی مشکل این روزها بتونی چند نفر رو پیدا کنی که با هم کار کنن و با هم همت داشته باشن یک کاری رو به انجام برسونن. همه میان با آرزوهای بزرگ، با سرصداهای بزرگ، ولی میبینی دو قدم که برمیدارن معمولا خسته میشن. من به ایشون تبریک میگم و ممنونم. ما افرادی رو که کارهایی که انجام میدن به نظرمون میاد کار درستی هست، بدون اینکه پولی بگیریم، بدون اینکه انتظاری داشته باشیم، حتی تبلیغ مجانی هم براشون میکنیم. یکی از این سازمان ها سازمان نیاک هست، National Iranian American Council، که میشه شورای ملی ایرانیان آمریکایا. اینی که بعضیا میگن آقا اینا مگه کیان که شورای ملی شدن؟ آقا تو آمریکا من میتونم برم بزنم اسم تلویزیونم رو بذارم تلویزیون ملی مردم، اسم. ولی بعضی هاشون با کارهایی که انجام میدن این اسم رو به اصطلاح به حقیقت نزدیک میکنن و میرسونن. اجازه بدید از آقای مهدی ذوالفقاری هم تشکر کنیم که ایشون هم زحمت میکشه و این خبرها رو، اخبار دوم آذر، امروز چهارم آذر هست، بله، اینها رو هم میفرسن و این کار هم کار مشکلی هست، حدود مثلا 94 صفحه، ولی به نظر من، البته باز این نظر منه، من فکر میکنم این کاری که میکنن با این وقتی که میذارن به اصطلاح راندمانش به اندازه این نیست که بشینه یه نفر نیم ساعت، ربع ساعت برنامه بذاره و برای مردم این خبرها رو توضیح بده، چون ما میدونیم که ملتی هستیم که به اصطلاح خیلی دنبال خوندن و یاد گرفتن نیستیم و بیشتر دنبال شنیدن و دیدن هستیم و حتی موزیک ما، موسیقی ما هم میگن که خیلی دنبال کتاب و اینها نرین و سعی کنید که با گوشتون، با چشمتون اینها بیشتر یاد بگیرین. اینجا از آقای مهدی ذوالفقاری هم تشکر میکنم. و اما این نوشته هایی که در فیسبوک میچرخه، در اینترنت میچرخه، در جاهای مختلف شما میبینید به این و اون به اصطلاح انتصابش میدن و میگن که مثلا گاندی اینو گفته، سعدی اینو گفته، کوروش اینو گفته، سوربی اینو گفته، اونایش که قشنگه حقیقتا کاری نداشته باشید که کی گفته، چون معلوم نیست اون گفته باشه یا نه، خود موضوع رو بیشتر مورد مطالعه یا دقت به اصطلاح قرار بدید. درس زندگی در 30 ثانیه از گاندی نوشتن. لطفاً 30 ثانیه از وقت خود را به خواندن این متن اختصاص دهید. بذارید من براتون این رو اینجوری نشون بدیم بخونیم، که بارها گفتم اگر من در خوندن اینها یه وقت اشتباهی میکنم شما بتونید توضیح بدید که این کلمه این بوده یا اون بوده. لطفاً 30 ثانیه از وقت خود را به خواندن این متن اختصاص دهید. چشم. پسر گاندی میگوید پدرم کنفرانس یک روزه‌ای در شهر داشت، از من خواست او را به شهر برسانم. وقتی او را رساندم گفت ساعت 5 بعد از ظهر همینجا منتظرت هستم تا با هم برگردیم. من از فرصت استفاده کردم، برای خانه خرید کردم، ماشین را به تعمیرگاه بردم. بعد از آن به سینما رفتم. ساعت 5:30 یادم آمد که باید دنبال پدر بروم. وقتی رسیدم ساعت 6 شده بود. پدر با نگرانی پرسید چرا دیر کردی؟ با شرمندگی به او دروغ گفتم. گفتم ماشین حاضر نبود. مجبور شدم منتظر بمانم.
پدرم که قبلاً به تعمیرگاه زنگ زده بود گفت در روش تربیت من حتما نقصی وجود داشته که به تو اعتماد به نفس لازم را نداده که به من راست بگویی. برای اینکه بفهمم نقص من کجاست، این 18 مایل را دوستان، 18 مایل ضرب در 1.6، حالا بگو ضرب در 2، تقریبا 36، تقریبا 30 کیلومتر این 18 مایل را تا خانه پیاده برمیگردم تا در این مهم یا در این باره فکر کنم. مدت 5 ساعت و نیم پشت سرش اتومبیل میراندم و پدرم را که به خاطر دروغ احمقانه‌ای که گفته بودم غرق در ناراحتی و اندوه بود نگاه میکردم. همان جا بود که تصمیم گرفتم دیگر هرگز دروغ نگویم. این عمل عاری از خشونت پدرم آنقدر نیرومند بود که بعد از گذشت 80 سال از زندگیم هنوز بدان میاندیشم. امروز هم بیاین من و شما تصمیم بگیریم که دروغ نگیم، یا حداقل به این سادگی دروغ نگیم، یکم مشکل ترش کنیم، بعدم دیگه اصلا دروغ نگیم. دیروز یکی از دوستانی که من رو سالهای سال میشناسه با من تماس گرفت، گاهی سربی من میدونم شما تنها کسی بودی که وقتی از تلویزیون رنگارنگ آمدی بیرون این دوستان درباره‌ات بدی گفتن و ما فهمیدیم دروغ بوده و اینها، ولی شما هیچ وقت با اونها چیز نکردی، حتی مثلا نزدیکترینش که این آقای بهبهانی بود بهش لطفم کردی، براش تلویزیون درست کردی، اون آقای انواری که فکر میکردی بابا این دکتر مملکت ما هست باید انسان شریفی باشه، باز دیدیم که اون چه کار کرد، خود داور چه کار کرد، ولی شما هیچ وقت حتی بدی داور رو نگفتید و گفتید که اینجور و اونجور، و حتی توی صحبتاتون گفتید که اگر یه روزی من اتفاقی برام بیفته، احتیاجی به کسی داشته باشم، اون موقع این دوتا برادرم که اینجا هستن نباشن، در دسترس نباشن، خارج شهر باشن، به داور زنگ میزنم، میگم مثلا من افتادم زندان، دستگیر شدم، شما بیا منو ضمانت بذار، چون من دیدم که افرادی رو ایشون آزاد کرد از زندان، کارشون رو درست کرد، آورد در منزل خودش بهشون جا و مکان داد، ماها روزها اونجا خوابیدن تا زندگیشون راه افتاد و رفتن. و به من گفت که شما که مشکلی ندارید با ایشون؟ گفتم نه. گفت که امکان داره این چیزی رو که من براتون میفرستم به بینندگانتون هم بگید؟ گفتم بله. و چیه؟ گفت که داور تلویزیون رنگارنگ گویا از روی ستلایت به خاطر صحبتایی که میکنه مشکل پیدا کرده، هر ستلایتی بهش وقت نمیده و این مجبور شده الان دیگه آخرین جایی که هست یوتل فکر کنم هست، و اینها رو به دوستان بگو اونها هم نگاه کنن. گفتم باشه. اون رو هم بهم گفتم برام بفرست، من نمیدونم این فرکانس و اینا الان مدت هاست، من با عمودی افقی دیگه کاری ندارم و با اینترنت کار میکنم. ایشون فرستاد و من هم برای شما میخونم. بعد ایشون به من گفت که اگه من یک برنامه‌ای بذارم که شما برنامه‌هاتون در تلویزیون رنگارنگ پخش بشه شما مشکلی داری؟ گفتم نه، شما بری نگاه کنی، ما روی یوتیوب ما از اون حالت استاندارد که کپی رایت داره آوردیم بیرون، به عنوان اینجا میگن کریئتور یعنی خالق یا تهیه کننده این ویدیو، به مردم اجازه میدیم که هر جایی خواستن پخشش کنن. البته گفتیم که سعی کنید لطفاً اقلا اگه همه رو پخش نمی کنید، اگه قسمت اول رو پخش می کنید کامل پخش کنید. و من تنها جایی که وکیل گرفتم نامه براشون نوشتم تلویزیون مرکزی بود، اون آقای مسعود امینی شاعر معتاد و بیچاره که رفته بود یه مدتی این آقای مقدم رو به اصطلاح گول زده بود و اون مقدم هم بازیچه دست این شده بود، براشون قانونن نامه نوشتم از طریق وکیل که شما حق ندارید ویدیوهای من رو نشون بدید و ما جایی مشکلی نداریم، هر کسی هر جایی بخواد میتونه ویدیوهای ما رو نشون بده و هر کسی هر زمانی با من که صحبت میکنه روی تلفن میتونه صدامونو ضبط کنه، میتونه نوشته هامونو استفاده کنه، چون من نه اینکه پسر گاندی هستم، نه اینکه 18 مایل پشت سر بابام 5 ساعت و نیم رانندگی کردم و خجالت کشیدم، من کلن آدم تنبلی هستم، حوصله دروغ گفتن ندارم. دوستان دروغ گفتن کار بسیار مشکلی هست،
باور کنید میگیم دروغ گفتن ساده است، ولی خیلی مشکله. شما اگه به این گفتید الان من ویرجینیا نیستم مریلندم، به اون یکی گفتید من مریلند نیستم تگزاسم، بعد باید یادتون بیاد به این چی گفتید، به اون چی گفتید، به اون چی گفتید. ولی آقا اگر ویرجینیا هستی بگو ویرجینیا هستم، اگه مریلندی بگو مریلند هستم. اگه نمیخوای یک کاری برای یک کسی انجام بدید خیلی قشنگ بگید من متاسفم، یه معذوریاتی دارم که نمیتونم به شما بگم، ولی الان نمیتونم این کار رو برای شما انجام بدم. زندگی رو برای خودتون راحت کنید، دروغگوها رو در جامعه خودمون کم کنید. و اما ایمیل های زیادی میاد راجع به انتخابات و اینها، و ایمیل های دیگه ای میاد حتما برای شما هم میاد که شما هم مثل من میبینید بعضی وقتا بدون این که بهتون اثر گذاشته باشه رد میشید میرید به ایمیل بعدی، بعضی وقتا هم اگر اثر میذاره اثرش آنچنان نیست و یکی دو دقیقه یا یکی چند دقیقه بعد از اون به اصطلاح میریم سراغ کار و زندگیمون. و اما اینجا نوشته که امروز تولد 126 سالگی چارلی چاپلین است، روز خوبی است برای یادآوری سه جمله تاثیرگذار او: یک، هیچ چیز در این جهان جاودانه نیست، حتی مشکلات و بدبیاری های ما. دو، من قدم زدن توی بارون را دوست دارم چون کسی نمیتونه اشکامو ببینه. سه، بیهوده ترین روز در زندگی اون روزیه که ما نخندیم. لبخند بزنید و این پیام رو به هر کسی که دوست دارین، که هر کسی که دوست دارید خندش رو ببینید بفرستید. چارلی چاپلین میگوید پس از کلی فقر به ثروت و شهرت رسیدم، آموختم که با پول میتوان ساعت خرید ولی زمان نه، میتوان مقام خرید ولی احترام نه، میتوان کتاب خرید ولی دانش نه، میتوان دارو خرید ولی سلامتی نه، میتوان رخت خواب خرید ولی خواب راحت نه. ارزش آدم ها به دارایی آنها نیست، به معرفت آنهاست. تقدیم به تو دوست خوبم. ببینم اینا کی فرستاده برام. به به، آقای مهدی ذوالفقاری، ممنونم آقای ذوالفقاری. من هم این رو برای بینندگان که فکر میکنم دوستای خوب ما هستن خوندم و بهشون تقدیم میکنم. و روان و روح، هر کدومش باور دارید، یکی میگه روح فرق میکنه روان یه چیز دیگه است، روح و روان چارلی چاپلین هم شاد و یادش گرامی باد. و اما آقای غلامعلی حسین نژاد که مجاهدی هستن که پس از سالها از رجوی جدا شدن هنوز هم فعال سیاسی و حقوق بشر هستن، نامه هایی رو به این ور و اون می‌نویسن و نشون داده شده که نامه هاشون هم کارساز هست. نامه‌ای نوشتن به دکتر عبدالکریم لاهیجی در مورد خانواده ها و انتقال آنها. اینها رو میتونید از روی وبسایت پیوند رهایی .fr که علامت فرانسه است یا به اصطلاح خلاصه اون هست اونجا بخونید، یا برای من ایمیل بفرستید براتون میفرستم. و یک گزارش دیگه هم دارن ایشون به نام نمایندگان عراقی کمیته برای لیبرتی تشکیل میدهن، یعنی نشون میده که فعالیت های ایشون بالاخره به جایی رسیده. خب میدونید که یکی از چیزایی که به اصطلاح مردم اظهاراتشون نظراتشون رو بیان میکنه کشیدن کاریکاتور عکس های طنز. و اینجا میدونید که حالا اونایی که مردن میدونن، اونایی که نیستن، توی دستشویی یا توالت های مردونه یک چیزایی هست که به اصطلاح مردا بتونن وقتی که میخوان ادرار کنن وایساده ایستاده این کار رو انجام بدن. و اولا من با خود این عکسه، حتی اگه عکس دونالد ترامپ رو اینجا نیذاشته بود اشکال دارم، چون اینجوری که این رو قرمز کشیده و ماتیک و اینها، یعنی این یک دهان به اصطلاح زن باید باشه. و اینجا آمدن به خاطر کثیف بودن دهان دونالد ترامپ و حرفایی که میزنه یکی از این عکس‌ها رو مونتاژ کردن روی این. ضمن این که این عکس خب از یه نظر درسته راجع به این دیوانگی و بیهوده صحبت کردن دونالد ترامپ، از نظر دیگه یک به اصطلاح نقطه منفی داره. و اما درباره اون فرکانس و اینها که بهتون گفتم، این دوستمون
این رو فرستاده که فرکانس تلویزیون رنگارنگ در ماهواره یوتلسات W3 برای ایران و اروپا هست. یوتلسات W3 بذارید بهتون نشون بدم، اصلا چون من بهتون گفتم من از سال 2003 تا حالا دیگه هیچ کاری با به اصطلاح ماهواره و اینها نداشتم. چند باری تو تلویزیون آپادانا، تو رادیوی چیه خدای عمل آقای عبداللهی و یوسفی اینها اونجا برنامه داشتم، ولی من کاری نداشتم به اون صحبتاشون. اگر کسی میخواد اینها رو ببینه برای من ایمیل بفرسته، براتون میفرستم. گویا نوشته که 11387 این H علامت هوریزنتاله، 27500 یعنی 27500 سه چهارم. بعد اونجا هم نوشته که تلویزیون رنگارنگ زنده و مستقیم در یوتیوب، و روی این که میزنید شما میتونید برنامه هاشون رو زنده ببینید. البته اشکال یوتیوب اینه که با وجودی که به شما میگه زنده، اگر اون کسی که اونجا هست برنامه ها رو به صورت ویدیو یا آدیو بذاره اونجا، با وجودی که اسمش هست لایو ولی نیست. به نظر من باید این اسمش برادکستینگ باشه. خب آقای آریانپور دیروز لطف کرده بودن برای من خلاصه کتابی که پدر بزرگ مادری ایشون درباره کاشان نوشته بوده، اون رو هم فرستادن. اگر شما هم خواستید میتونید از خود ایشون بخواین یا ایمیلی بزنید و من براتون این کتاب رو بفرستم. من بارها گفتم میدونید مثلا خوندن کتاب هیچ اشکالی نداره، شما میتونید چپتر به چپتر، فصل به فصل بیان در چندین برنامه بخونید، و بهترین کار اینه که اون کسی که اون کتاب رو نوشته خودش بخونه، و خیلی هم دلنشین هست. بهتون گفتم من در سفری که در کانادا داشتم رفتم، بهترین این بود، گفتم حالا یه ایستگاه رادیو میگیری، یک 15 مایل میری اون ورتر دیگه اون صداش قطع میشه. اون موقع هنوز این رادیوهای ساتلایت نبود که همه جای دنیا شما میتونی بگیری. بعد نوارم که میذاری دوبار که این آهنگ میخونه، مخصوصا چون خودت هم همراهش میخونی، از صدای خودت بیزار میشی و خسته میشی. بهترین کار اینه که کتابای آدیو یا کتاب‌های گویا به ایرانی بخرید، بذارید گوش بدید، بعدم به اصطلاح بدین به دوستانتون یا هدیه کنید به کتابخونه‌ها. در هر صورت این کتاب رو هم حالا من اگر فرصتی بشه از آقای آریانپور میخوام که خودشون به صورت آدیو برای شما بخونن و ما هم اینجا پخش کنیم. و اما ببینم یک وبسایتی گذاشتم اینجا، این چی نوشته، یا یه لینکی گذاشتم اینجا ببینم این چی میگه. آها، یکی از دوستان دیروز برای من نوشته بود که آقا شما و این آقای فرهاد پارسی لور پدر این فخرآور رو در آوردید. گفتم ما نه پدرش رو میشناسیم و اصلا معلوم نیست که این پدر داشته باشه. البته بعضی از اینها هزار تا پدر دارن. گفت که امروز عکس این رو توی یک نشریه به نام Empire of Lies، یعنی دیگه امپایر که دیگه میدونه اون چیزهای بزرگ رو میگن امپایر، امپراتوری دروغ، امپراتوری دروغ، گفته که اینجا نوشته امپراتوری دروغ را در تلگرام دوران که بعد اینجا نوشته که خائنی که آمریکایی‌ها را هم متعجب کرد. توضیح میده در رابطه با این امیرعباس فخرآور که حتی اون ریچارد پرل و اینها را هم، آقای غلام توشیزی، ببین دوست عزیز، آقای ریچارد پرل که رفت اینو از دبی برداشت آورد و اینها، که خود اون 100 تا سوال هست هنوز پاسخ داده نشده، اون به این نتیجه رسیده که آقا افرادی مثل این فخرآور فقط به فکر خودشون هستن و هیچ به اصطلاح به فکر مردم نیستن. بعد اینجا اون ویدیویی رو که یه روز آقای فخرآور مهمان برنامه ما بود و در اون برنامه ادعا کرد که در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بوده و آقای فرهاد پارسی از اروپا تماس گرفت، گفت آقا شما که زندانی بودید در کدام قسمت زندان عادل‌آباد بودید، و فخرآور چون دروغ گفته بود گیر افتاد و آخرش هم بدون اجازه من اون تلفن رو قطع کرد و بعد هم به اصطلاح یه جوری فرار رو برقرار ترجیح داد
و این را هم من یادم باشه برای آقای غلام ترشیزی هم بفرستم. و اما نوشتن که انتخاب مبارک است. ببینیم چیه که یکی از دوستان ایمیلی فرستاده و نوشته که مبارک است. ببینیم ما هم جا داره که تبریک بگیم یا نه. آها، میدونید که آقای ولادیمیر پوتین رفته ایران و در مسافرتی که به ایران کرده گویا یک قرآن، یک جلد قرآن خطی برده و داده به آقای خامنه ای. نوشته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کرد. بعد توضیح میده که در این دیدار یک جلد قرآن خطی را به ایشان هدیه داد. بعدن همون موقع بلافاصله این ورور شایع شد که این پوتین وقتی میره کشورهای دیگه براشون ودکا میبره، وقتی میره ایران براشون قرآن خطی میبره. من حقیقتش اشکالی تو این نمیبینم. خب شما میرید یه جایی مجلس ختمه، براشون ممکنه گل ببرید، میرید یه جایی مجلس نمیدونم جشنی هست، برای طرف آبجو میبرید، شراب میبرید، هیچ اشکالی نداره. و این اتفاقا جای همون هست که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. ولی جالب تر از این موضوع این بود که بلا فاصله گفتن که این کتابه قلابی هست و اونجوری که پوتین ادعا میکنه این کتاب به اصطلاح قدیمی و اینها نیست. البته یه آقایی به نام خرازی اگه اشتباه نکنم که به غیر از این که مقامی بوده در دستگاه های دولتی ایران، اون کارهای کتاب های خطی و اینها رو هم انجام میده و تخصصی در این رشته داره، ایشون گفته بوده که نه این کتاب درست هست ولی قدمتش این از اون قرآن های اولیه نیست و این قدمتش برمیگرده به قرن سوم هجری. حالا برای من و شما چقدر مهم باشه که این کتابه قدمتش به 14 قرن برمیگرده یا با 11 قرن برمیگرده، برای من که اصلا مهم نیست. ولی مهم اینه که الان روسیه در ایران، در سوریه و میدونید که با ترکیه هم یه مشکلی پیدا کرد در رابطه با اون هواپیمای جنگی که سرنگون کردن. باید صبر کرد ببینیم که این سوپر پاوری که یه مدت از بین رفت، حقیقتا فرو ریخت، دوباره با همت پوتین به کجا میرسه. آیا به نابودی کامل میرسه یا اینکه دوباره اون قدرت خودش رو به دست میاره. و میدونید که همیشه گفتن که این سوپر پاورها یا این قدرت‌های بزرگ اگر یکی بشن نظم دنیا یا اون تعادل دنیا از بین میره. گویا توی این جعبه‌ای که میبینید اون کتاب یا اون قرآن خطی هست که توی عکس‌های بعدی نشون داده شده که باز شده و به اصطلاح تقدیم کردن به هم و الی آخر. شما هم اگر خبری هست که به نظرتون مهم میاد براتون، برای ما ایمیل کنید بفرستید. ما اگه اون خبر رو کسان دیگه هم فرستاده باشن، بعضی وقتا دوتا ستا با هم به اصطلاح نشون میدیم و از هر سهشون تشکر میکنیم. این هم ممنون از اون دوستی که این خبر رو برای ما فرستاده. و اما من باز هم اون روز گفتم که درباره آقای فرامرز فروزنده و مصاحبه‌ای که انجام دادن صحبت میکنم. یک دوستمون به نام نارناری گفته بود که اگه ایشون آمدن از ایشون سوال کن مگه شما نبودید که با افتخار با آقای پرویز کاردان گفتید که ببین یاد بگیر به اصطلاح مدیریت اینجوریه. بعدم آقای فروزنده مگه شما نمیگید شما چون آزاده هستید، حاضر هستید با وجودی که جمهوری خواه هستید حتی با کسی مثل آقای دورمانی که طرفدار سلطنت و پادشاهی است همکاری کنید، حتی یه قدم بیشتر برید و براشون بیاین به اصطلاح گلریزان و اون پول جمع کردن و اینها قدم پیش بذارید. حالا اگر شما این فلسفه‌ای که میگید درسته و حقیقت داره، خب بعد چه اشکالی داره که این آقای دورمانی که با شما که جمهوری خواه بودید کار کرده، با آقای دکتر کوروش عرفانی هم که جمهوری خواه هست و مخالف سلطنت هست کار کنه؟ اشکالش اینه که شما ثابت رأی نیستید، شما ثبات ندارید، شما مثل درخت چی بگم
هر بادی که مثل پرچم میمونید، هر بادی که میاد به اون طرف میرید و این درست نیست. اینه که شما در طی سالهایی که گذشته حالا به جای رسیدید که حالا تازه محتاج شهرام همایون هستید. در قرن 21 که هر بچه 11 ساله‌ای میتونه رسانه خودش رو داشته باشه تا کسی بهش نگه که آقا حالا دیگه به شازده بگو شازده، بعد شما میای خیلی هم به خودت فشار میاری میگی نه من بهش میگم شاپور. آقا شاپور و شازده یکیه. بعدم شما به بیننده ها دروغ میگید، میگید رضا شاه گفته این القاب رو حذف کنیم. رضا شاه اگه این القاب رو حذف کرده بود باید زورش به خودش میرسید، به پسرش میرسید، به دخترش میرسید، هی والا ازرد، والا زرزر، والا فلان، اینا رو میریخت تو سطل آشغال. شما دروغ میگی به خودت و چون به خودت دروغ میگی خیلی راحت به بیننده ها هم دروغ میگی. من از ایشون دعوت کردم هم به وسیله فیسبوک هم به وسیله ایمیل، اینها برای اینکه بگن ما خیلی دوست داریم، معمولا جواب نمیدن چون من میدونم جوابشون چیه. جوابشون یه مقداری سرفکندگی و خجالت هست. میگه که جمعه است دیگه، حالا ساعت 3:40 3:38 است به وقت واشنگتن شرق آمریکا و نیویورک، یه مقداری هم جوک بگیم. این رو هم دوستمون آقا کوروش فرستاده از فلوریدا، استان یا ایالت آفتاب، که الان مخصوصا توی این ایام که داریم بریم به طرف زمستون، اونها اونجا آب و هواشون خیلی بهتره و به ما یه مقداری فخر میفروشه. میگه که اسپانیه به دوستش میگه که زنم خیلی بلخرجه، هر روز کلی پول ازم میخواد. دوستش میپرسه حالا با این پولا چه کار میکنه؟ اسپانیه میگه که من چه میدونم، چون تا حالا که بهش پولی ندادم. دیشب یه جایی بودم جوکای ترکی گذاشته بودن، خیلی قشنگ بود. نظر شما در رابطه با این جوک ها چی هست؟ اجازه بدید من تشکر کنم از علی شیرازی عزیز، این سیکرت ایندیا یا این ایندیای محرمانه رو برای ما فرستاده، عکسای بسیار زیبا و قشنگی است. و تشکر کنم از آقای مسعود ناصری از کرمان، اصلش ایشون کرمانی است ولی الان در آتلانتا زندگی میکنه و در نشریه های مختلف من جمله نشریه ایرانیان هم قلم میزنن و ایشون طناز هستن، طنز مینویسن یا ساتایر آمریکایی ها میگه. در صورت چهره های اصلی سریال معمای شاه قبل و بعد از گریم، میدونی که در ایران اینها نشستن فیلم هایی رو درست میکنن که به اصطلاح چهره پهلوی رو از اونی هم که بوده بدتر نشون بدن، به همین خاطر خب یه سری هنرپیشان باید با اینا همکاری کنن. مثلا رضا شاه اون سمت راست، اگه اجازه بدید من بهتونشون بدم، این عکس اصلی خودش هست، این هنرپیشه‌ای که نقشش رو بازی کرده و با گریم به این صورت. پس یادتون باشه در سمت راست تلویزیون شما یا کامپیوتر شما عکس های اصلیشون هست، در وسط عکس هنرپیشه‌ای که اون نقش رو بازی میکنه و در سمت چپ اون به اصطلاح بعد از گریم. حالا این کلمه گریم هم به فارسی من نمیدونم باید چی بگیم. نوشته که رضا پهلوی که با القاب رضاخان، میر پنج، سردار سپه و پس از آن رضا شاه معروف است، در واپسین روزهای سلطنت قاجار بر ایران حکومت را به دست گرفت. او در سال 1304 حکومت پهلوی را بنیان گذاشت و تا سال 1320 سلطنت کرد. رضا شاه در سال 1323 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت. از خصایص رضاخان که جعفر دهقان در معمای شاه نقشش را ایفا می‌کند، سختگیری است که حتی فرزندانش را از نزدیک شدن به او باز می‌دارد. همین اگه برنامه من را از اول دیده باشید ببینید سیاست گاندی در رابطه با فرزندش و سیاست رضا شاه درباره در رابطه با فرزندانش، این خب غلط بوده دیگه و خیلی ها آقای رضا شاه رو به عنوان الگوی خودشون تو زندگی قرار میدن که متاسفانه نمیدونم اگه اون موفق بوده شما موفق خواهید شد. کسی که این همه پول و قدرت و ثروت و ایران رو داشت پس از 16 سال
تبعیدش کردن، بهش هم به دروغ گفتن، مثل که میره هندوستان، فرستادنش آفریقا و اونجا هم 3 سال بیشتر زنده نبود و فوت شد. و اما این یکی برای جوانی شاه اون هنرپیشه رو گریم میکنن اون بالا، و پایین تر هم موقعی که دیگه قیافه‌ای که اون آخر من و شما میشناسیم، این قیافه اینجا نوشته نیم تاج یا نیم ناج خانم تاج الملوک، نمیدونم، مثل که اینا اونجا تخفیف میدادن به هم بستگی به احترامشون، تموم تاج و نیم تاج و نیم پهلوی و یه پهلوی و اینها بودن. در صورت این عکس ها هم هست، نوشته تاج الملوک آیرامرو معروف به ملکه مادر، دومین همسر رضا شاه از 4 همسر او بود. تاج الملوک پس از به سلطنت رسیدن رضا شاه پهلوی به علت اینکه مادر ولیعهد محسوب میشد، از اعتبار و نفوذ ویژه‌ای برخوردار شد که آن را در دوران سلطنت پسرش نیز حفظ کرد. و اما این یکی که الان بالا هست اشرف پهلوی رو نشون میده، عکس سمت راست واقعی است، عکس وسط هنرپیشه‌ای هست که نقشش رو بازی می‌کنه، و عکس سمت چپ هنرپیشه رو در یک کلاه، چون در تلویزیون ایران میخوان احتمالاً بی حجاب کسی نباشه. فوزیه خواهر ملک فاروق در سمت راست میبینید، اون وسط هنرپیشه‌ای که نقشش رو بازی کرده، و در سمت چپ اون نقشی که پس از گریم با اون چیزی که آویزون کردن به کلش که هم با حجاب باشه هم بی حجاب. و اما سرنگیا اسفندیاری بختیاری، این دوستان اومدن اینجا دارن کیبل درست میکنن، تق و توق میکنن، ببخشید دوستان. سریا اسفندیاری بختیاری ملقب به پرنسس چشم زمردین، دومین همسر محمدرضا پهلوی و بعد از اون فرح دیبا، سومین همسر محمدرضا شاه پهلوی، پس از اون محمد مصدق، و اینجا آقای طالقانی، سید محمود علایی طالقانی، و عجب این طالقانی رو شبیه خودش درست کردن. اینجا هم سید ابوالقاسم کاشانی، این رو هم خیلی قشنگ درست کردن. این یکی هم قشنگ درست کردن، مرتضی مطهری، که اصلا تشخیص نمیشه بدی قیافه اصلی خودش رو از اون هنرپیشه پس از گریم. و اینجا سید روح الله مصطفوی موسوی خمینی، این هم باز خیلی قشنگ درست کردن. و اینجا هم علی شریعتی مزینانی یا هرچی، در صورت این هم حسین فاطمی، اینها نقشایی هستن که توی فیلم بازی میکنن، به همین دلیل هنرپیشه‌ها هم مجبورن شکل اونها گریم کنن. اینجا هم نخست وزیر مشهور آقای امیر عباس هویدا که 13 سال نخست وزیر بود، و اینجا هم دکتر جمشید آموزگار همشهری ما که تنها کسی هست که بعد از انقلاب حرفی نزده. یه جا شنیدم یه مصاحبه کرده ولی ندیدم، اگر کسی لینک این مصاحبه رو داره بفرستید تا ببینیم چیه. خیلی ها میگن جمشید آموزگار هم یکی از اونهایی بود که باعث شد انقلاب ایران به اصطلاح پا بگیره، شروع بشه، به انجام برسه، چرا نمیدونم. فضل الله زاهدی، تیمور بختیار، اینجا هم سپهبد رزمارا و مهرداد پهلبد، و اینجا مثل که جاش عوض شده، عکس حالا رفت اون ور، حسین فردوست، اردشیر زاهدی، اسدالله خان علم امیر بله، شاپور جی ریپورتر، ارنست پرون و جوزف استالین، اینجا هم این وینستون، روح الله خالقی، عبدالکریم ایادی ارتش بود، از دوستان نزدیک شاه بوده، شعبان جعفری مشهور به شعبون بیمخ، و پروین غفاری در فیلم هایی چون موتلایی شهر ما و طوفان در شهر ما نقش اصلی را ایفا کرده و بر اساس آنچه در تاریخ آمده معشوقه محمد رضا شاه قبل از ازدواجش با فرح بوده است. من اگه اشتباه نکنم، حالا نمیدونم همین بود بعدن شده بود زن بیکمان وردی، یا یه خانم غفاری هم بود اینجا که کنسرت میذاشت، و ایشون هم با وجودی که سنی ازش گذشته بود ولی زیبایی اون هنرپیشه ها و اینها رو داشت. و اما
اجلاس 72 کمیته سوم موضوع دستور جلسه شماره سازمان ملل ارتقا و حفظ حقوق بشر، اوضاع حقوق بشر و گزارش‌های گزارشگرانه ویژه و ویژه نمایندگان. این دوستانی که دل خوش می‌کنند به قطعنامه‌های حقوق بشر یونایتد نیشن، من ازشون دعوت میکنم یه روز بیان با هم مصاحبه کنیم تا من نظرمو بگم، بعدم ببینم نظر اینا چیه. آقا یونایتد نیشن نیست، این سازمان دول هست، یونایتد چی میگن گاورمنتی هست که 5 تا 6 تا اونها همه حق و حقوق دارن و هم خودشون رو مسخره کردن هم ملت رو سر کار گذاشتن و هیچ کدام از قطعنامه‌هایی که صادر کردن اجرا نشده. مهمترینش و بیشترینش قطعنامه‌هایی که درباره اسرائیل صادر کردن و اسرائیل هم محل نمیذاره بهشون. و اما دوستی برای من یک ویدیوی رو فرستاده بود از برژنسکی، سال 79 میره افغانستان و اونجا شروع این ماجرای طالبان، القاعده، آیسیس امروز، اونجا به اصطلاح این کلنگ این تأسیسات به زمین میخوره. برای بعضیا که ریگان رو هنوز مثل پیغمبر خودشون میدونن و نمیخوان قبول کنن که این سیاست مداران آمریکایی، مخصوصا این هنرپیشه‌ای که فقط به خاطر اینکه هنرپیشه بود و بلد بود چجوری نقش بازی کنه رئیس جمهور شد، ولی این ریپابلیکن ها جمهوری خواه ها میخوان اون رو به درجه خدایی برسونن و نابغه بودن. خود شما ببینید این عکس رو که من نگرفتم دوستان، این عکس در وایت هاوس هست و اونجا ببینید که این طالبان وقتی که آمدند و رفتند اونجا با اینا صحبت کردند، این موقعی بود که افغانستان در به اصطلاح تصرف روسیه بود و یا اون موقع شوروی، و آمریکا به خاطر اینکه زرنگی کرده باشه آمد افرادی رو مثل بن لادن و اینای دیگه که میبینید اینجا، اینها رو یه جوری مثل اینکه استخدام کرد، اسلحه داد دستشون، فرستاد اونجا، از توش اون مجاهدین در اومد، طالبان در اومد، القاعده در اومد. وقتی که روسا در رفتن از اونجا، اینها دیگه آمریکا بهشون پولی نداد. اون موقع اسلحه دستشون بود، گفتن خب پول که نداریم، حالا بریم به زور از این اون پول بگیریم. شروعش اونجا بوده. و اما این دوستمون که گفتم نار اناری گفته که سلام، اگه با آقای فروزنده مصاحبه کردید لطفاً آقای سربی از ایشان درباره پول‌هایی که به همراه دیگر مدیران شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در تلویزیون اندیشه از مردم واسه رضا پهلوی گرفتن بپرسید چی شد. در ضمن ایشان در همان برنامه از آقای کاردان هم دعوت کرده بودند و در مقابل همان دوربین‌ها به کاردان گفتند ببین به این میگن مدیر، مدیریت، ببین چجوری این کار رو انجام میدن. اون روز به این کار افتخار میکردن و امروز نمیدونن با این کاری که انجام شده چه کار کنن. خب دوستان عزیز، این رو هم ممنونم از یه دوستی، حکایتیست از ملا نصرالدین، این رو بخونیم و برنامه امروز رو با هم به پایان ببریم. قسمت اول برنامه با آقای تیمسار آریانپور بودیم که انقدر ایشون مدارکی که رو نشون دادن، صحبتایی که کردن واقعا تأثیر گذاشت که آدم اصلا نمیدونه چی بگه که چگونه ما افرادی به این شجاعت، شهامت، خدمتکاری داشتیم، ولی افراد بی سواد، ترسو، مزدور باعث شدن که به اصطلاح ایران به این روز بیفته. که میدونید که ایشون تو توضیحات میگه فردای انقلاب مثلا معاون میرفت اون رئیس رو تحویل میداد که یه جوری خودش بشه رئیس. میگن که اهالی روستایی از ملا نصرالدین دعوت میکنن که در روستایشان سخنرانی کنن. ملا نصرالدین پاسخ میده که اگر نفری 5 سکه به او بدهند برای ایراد سخنرانی خواهد آمد. اهالی روستا کنجکاو از اینکه ملا چه چیز با ارزشی میخواهد به آنها بگوید که بابت این گفتن پول این چنین طلب میکند، به هر زحمتی که شده همه نفری 5 سکه فراهم کردند و به دست وی رساندند. در روز موعود ملا در حالی که سکه ها در جیبش جرینگ جرینگ صدا میکرد به بالای منبر میرود و سخنرانی بسیار زیبایی میکند.
سپس از منبر پایین آمده رو به مردم آماده خروج میگوید بیایید جلو و پولتان را پس بگیرید. اهالی روستا هاج و واج از این حرف ملا نصرالدین لحظه‌ای گنگ و گیج میمانند و سپس میگویند ملا این دیگر چه صیغه است؟ آن پول درخواست کردنت چی بود و این پول پس دادنت چه معنی دارد؟ ملا نصرالدین لبخند ملیحی میزند و میگوید دو نکته در این مسئله هست. اول اینکه آدم وقتی بابت چیزی پول میپردازد سعی میکند به نحو احسن از آن استفاده کند، همانطور که شما به دقت به حرفهایم گوش دادید. دوم اینکه وقتی آدم پول توی جیبهایش باشد خیلی قشنگتر صحبت میکند. در دنیای امروز فقر دیگه اینو ملا نصرالدین نگفته. در دنیای امروز فقر آتشی است که خوبی ها را می سوزاند و ثروت پرده ای است که بدی ها را می پوشاند و چه بی انصافند آنان که یکی را می پوشانند به احترام داشته هایش و دیگری را می سوزانند به جرم نداشته هایش. ممنونم از دوست بیننده ای که این رو فرستاده بود. و اما شما یخچال نفتی دیده بودید یا یادتون هست؟ حالا میدونم خیلی از دوستانی که از من جوان‌ترن میگن بابا این دیگه چقدر پیره که یخچال نفتی. بله، من توی آبادان یخچال نفتی دیدم و برام خیلی جالب بود که چجوری نفت روشن اونجا میکنن گرم میشه ولی این یخچال سرد میشه، چون اصلا فلسفه یخچال همینه که گاز و انقدر فشار میاره و اینها. اونایی که یخچال سازن میدونن، بهروز توی کانادا میدونه، بهروز یه روز 5 دقیقه 10 دقیقه راجع به این که چجوری میشه این گازو میچرخونن، میان توی این کمپرسور میره اونجا سرد میشه، هی میچرخه گرم میشه، به همین خاطر یه سری رطوبت هم شما میبینید. میگه که در سال 1325 خورشیدی که برق، حالا این در رابطه با یک رادیوی نفتی صحبت میکنه، من رادیوی نفتی ندیده بودم یا حتی نشنیده بودم. میگه که در سال 1325 خورشیدی که برق و باتری همه گیر نبود، برخی خانواده‌های ایرانی از نفت برای روشن کردن رادیوهایشان استفاده میکردن. روش کار رادیوی نفتی این گونه بود که نفت در مخزن، بذارید این را هم بهتون نشون بدم و با خوندن این ما دیگه از حضورتون مرخص میشین. اینم اینجا بله، اینه اون رادیوی نفتی. به جای باتری یا به جای برق، سیم برقش وصل میکردن به این که یه سری پره داره مثل خازن و اینها. میگه روش کار رادیو نفتی اینگونه بود که نفت در مخزن یک چراغ نفتی ریخته میشد و حرارت چراغ پره هایی که اطراف شعله آن بودن را گرم میکرد و این حرارت در فرایندی تبدیل به انرژی محدود الکتریسیته میشد و رادیو را به کار میانداخت. نمونه رادیوی نفتی رادیو آندریا مدل 901 بوده است. این هم از این. من یه جایی خوندم، حالا نمیدونم به غلط یا درست، نوشته بود اگر ما بتونیم از انرژی آفتاب به نحو احسن استفاده کنیم، 1 ساعت انرژی آفتاب، والا نمیدونم برای یه روز یه ماه، چون تو اون نوشته بود برای 1 سال کافیه. چقدر درسته چقدر درست نیست من خبر ندارم. خب اجازه بدید که ساعت 3:55 هست و امروز هم چهارشنبه است. ما چهارشنبه ها اگر ویدیوی آقای شبستری به موقع برسه بهمون براتون پخش میکنیم. آقای شبستری آخرین چهارشنبه هر ماه برنامه دارن، اسمش هم هست آخرین چهارشنبه هر ماه با فرزاد شبستری، و امروز چون نوامبر 25 نوامبر هست، آخرین چهارشنبه این ماه هست، ویدیوشونو به موقع فرستادن و من هم براتون پخش میکنم. پس از برنامه من میشه برنامه آقای شبستری و بعد دیگه برنامه‌هایی که شما دیدید و میدونید و باهاش وارد هستید. شما هم اگر مایلید که در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، این زیر هم نوشته، میتونید تماس بگیرید برنامه داشته باشید به صورت زنده، به صورت از قبل ضبط شده. اصلا میتونید ویدیوهای دیگران رو اینجا پخش کنید با یه هزینه بسیار کم. بارها گفتم تلویزیون مردم مثل یک ماشینه، من راننده این ماشین هستم مجانی، ماشینه رو هم یه نفر خریده مجانی، ولی بی انصاف
اقلن هزینه بنزینش رو بده. از اون دوستی هم که لطف کرده بود و یک مبلغی به صورت نقد برای ما فرستاده بود تشکر میکنم، از اون دوستی هم که 200 دلار فرستاده بود ممنونم، از اون دوستی هم که برنامه آقای آریانپور رو به اصطلاح حمایت کرده ممنون و متشکرم. جمعه با کانون آوا برنامه رو شروع میکنیم ساعت 12. ضمناً فردا اینجا روز شکرگزاریه، روزی که آمریکایی‌ها از گشنگی گرسنگی داشتن تلف می‌شدن همون اوایلی که آمدن اینجا، و این سرخپوست‌های بومی اینجا بیچاره‌ها راه به اینا نشون دادن که چگونه سیب زمینی بکارید، چگونه بوقلمون شکار کنید و اینها. بعدم اونها خوب که یاد گرفتن خودشونو شکار کردن، حالا به خاطر اینکه یک چنین کشور پهناور و نمیدونم واقعا سرشار از تمام نعمات گیرشون افتاده، هر سال میلیون ها بوقلمون رو میکشند و نوش جان میکنند. ما هم از اینها کاری نداریم خوب یا بد، چون مسئله خوردن و لذت بردن با دوستان و فامیل هست یاد گرفتیم و فردا می نوشیم و می خوریم و امیدواریم که این شکرگزاری به جایی برسه که شکرگزار این باشیم که انسان شدیم، آدم شدیم، با فهم و شعور شدیم، صلح، دوستی، آرامش رو برای دیگران خواهانیم. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. این برنامه اسمش هست سربی با مردم. خیلی از شماها گفتید که برنامه آخر رو نتونستید از توی گوگل پیدا کنید و به جای سربی با مردم نوشته پرژن تاک شو. والا من نمیدونم، ملا نصرالدین از بالای پشت بوم افتاده بود پایین، مردم دورش جمع شدن گفتن چی شد ملا؟ گفت والا من نمیدونم، منم الان رسیدم. در صورت من هم نمیدونم این یوتیوب و اینها چرا هر روز اینها رو عوض میکنن. روز روزگار بر شما دوستان خوب خوش، به امید سلامتیتون، پیروزیتون و شادیتون. روز جمعه باز با شما خواهیم بود. امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر آقای پرویز مینویی در تلویزیون ای2 برنامه دارن. برنامه هاشون رو ما هر روز اینجا پخش میکنیم، به اسم خودشون روی یوتیوب میذاریم و اگرم خواستید باهاشون تماس بگیرید، چه در حین پخش برنامه به صورت زنده و چه در موقعی که این برنامه به صورت بازپخش هست، میتونید با شماره تلفن، با ایمیل، با وبسایت ایشون تماس بگیرید. خیلی آسون، پرویزمینویی.net. باز هم از شما ممنون و متشکرم. مرسی.